خب سلام علیکم، حال احوال چطورین؟ در چه حالین؟ چه خبر؟ اوضاع و احوالاتتون در چه حاله؟ ببین من الان دارم میرم یه دو سه تا خرید دارم بکنم، گفتم بیام با شما صحبت کنم. و باهات یه نکته‌ای که در یک هفته گذشته خیلی نظرم رو جلب کرد که فکر کردم راجبش صحبت کنم، به واسطه یه اتفاقاتی که هفته پیش افتاد من یه ذره ذهنم مشغول شد، یه ذره خیلی بیشتر از یه ذره. یکی از اون اتفاقات که خیلی بر من آزاردهنده بود و قصه خوردم فوت متیو پری بود. سر فوت متیو پری یه سری آدم ها، خب خیلی ها که مثلا سریال فرندز رو میدیدن و اصلا میتونه ارتباط داده بودن، واقعا قصه دار ناراحت. یه سری هم بگیردن که بابا چی حالا متیو پری کیه، این همه هموطنمون میمیره و اینا. حالا من که کسی نبودم که برای به رفتن هموطنامون کاری نکنم، به هر حال من همیشه واکنش نشون دادم و هر چی تونستم از دلم بر اومده گفتم، ولی خودم فکر کردم چرا من انقدر ناراحتم. مثلا ببین مثلا اینجوری بغض‌آلود بودم و هر چند وقت بار یه دفعه احساس میکردم مثلا یه چیز بیخودی که آدما دارن صحبت میکنن من بغض میکنم، چشمام پاره اشک میشه، هیچ نمیفهمیدم چمه. تا اینکه یه مکالمه درونی با خودم داشتم، با کودک درونم حرف زدم، نوشتم و گفتم دوست داری با کی حرف بزنی؟ بعد اون گفت به یک دوستای قدیمی که تو ایران بودم و باهاش فرندز تماشا میکردم، اون گفت به فلانی زنگ بزن. بعد نه برای اینکه به خاطر فرندز، همچنین گفت به فلانی زنگ بزن. ببین زنگ زدم به اون دوستم، اولین نکته که اومد فوت متیو پری بود. گفتم از من نمیدونم چرا انقدر ناراحتم، خودم هم موندم فقط تو بغضم، اصلا بهش فکر میکنم دلم پر از غم میشه، حالم بد میشه، چقدر حیف شد این مرد. و من اونجا یه دفعه برام زد که واو، ما خودش گفت ما بالای مثلا 10 سال، بیشتر از یه دهه است، خیلی بیشتر از یه دهه، من الان بیشتر از 10 سال اومدم کانادا، قبلش 10 سال با مثلا حداقل 7-8 سال شو با اون دوستم سریال میدیدیم و میخندیدیم، با اون جوکا رو حفظ کرده بودیم، انگلیسی اون رو با اون سریال قوی کرده بودیم و چندلر بینگ شده بود یه تیکه بزرگی از اون خاطرات خوشحالی آورنده، یعنی خاطرات جوانی که باعث خوشحالی ما میشد، میدونی همچون یه خاطره الکی کشکی نبود. خلاصه که خیلی کوتاه اومدم اینو بهتون بگم، من فهمیدم غمم از چیه. غم من از به خاطر از دست دادن یه شخصیتیه که اون شخصیت تیکه بزرگی از خاطرات دوران جوانی و حتی نوجوانی منو شکل داده. غم من مال اونجا بود، غم من مال از دست دادن خوشیهای کوچک جوانی بود، مال اون خاطرات بود. حالا من فکر میکنم از دست رفته دیگه، بالاخره سریال هست، ولی هر وقت من بخوام سریال ببینم یادم میفته که متیو فوت شده. و یه تیکه دیگه یه چیزی که یاد گرفتم بعدم باهات شیر کنم و به اشتراک بذارم اینه که وقتی حالت بد میشه معجزه قلم و کاغذ یک، و بعد از معجزه قلم و کاغذ رفتن سراغ آدمایی که باهاشون درد مشترک داری و صحبت کردن با اونا خیلی کمک میکنه که حالت بهتر شه، خیلی زیاد. این یه قسمت بزرگی از زندگی ما هاست. من خواستم این رو تا شیر بکنم، صحبت کردن با کسایی که درد مشترک دارن. چقدر منو گنده میکنه دیگه، پشت چراغ وایستادم دارم نگات میکنم. صحبت کردن با کسایی که با درد مشترک مثل تو دارن، درکت میکنن، برات ارزش قائلن، تو با صحبت کردن باهاشون احساس میکنی یه ذره حالت بهتر شد، خالی شدی، دلت آروم شد، سبک شد و اینا. مثلا من با یه مادری صحبت میکردم که بچهش تو بیمارستان بود، یه مدت طولانی بود، و بهش گفتم برو گروه های مثل خودتو پیدا کن، مادرهایی که اصلا برو همونجا تو اون بیمارستان ببین بقیه مادرهایی که بچهشون تو بیمارستان هم با اونا ارتباط بزن، که وقتی که آمدن بیرون بازم هنوز با اون گروه در ارتباط میزن. میدونی چرا؟ به خاطر درک مشترک. درک مشترک خیلی مهمه. دوستای من، زندگی ما خیلی توش دراما هست، خیلی بالا پایین هست، و برای اینکه بتونیم از توشون خودمون رو با هر چک و لگدی هست بکشیم بیرون و سالم بیایم بیرون، نترکیم، مهم اینه که آدمای همراه و ساپورتیو خوبی داشته باشیم و با خودمونم آنست باشیم، صادق باشیم، دردمون رو اینجوری نکنیم اون زیر بزنیم تو سر خودمون، با خودمون صادق باشیم.
خلاصه اینو خواستم بهتون بگم، من فهمیدم چرا انقدر حالم بده و فهمیدم که درد مشترک رو به اشتراک گذاشتن چقدر به بهتر کردن حالم کمک میکنه. ببین این خودمونی خیلی کوتاهه و لازم هم نیست زیاد بلند باشه، چون فقط من اومدم بهت بگم که برای اینی که ما بفهمیم درد مشترک چیه، چجوری باید باش کنار بیایم و اون جایی که داریم به شدت آزار میبینیم از کی میتونیم کمک بگیریم، ریفلکشنمون رو احساسات و عواطف خودمون کجا میتونه باشه، این تجربه منه باهات قسمت کردم. تو برام بنویس کجا هست که یه دردی داشتی، که یه غمی داشتی که با اشتراک گذاشتن، با شیر کردن، با بقیه تونستی بارش رو کم کنی. برام بنویس تجربتو، با من در میان بگذار. مواظب خودت باش، بوس به لپای گلمنگولیتون، خیلی مواظب خودتون باشین، با خودتون مهربون باشین. دنیا دو روزه که یه روز و نصف شاردی ترتیبشو داده و رفته. میبوسمت، بای. دلت شاد، تنت سلامت.